تفسیر سوره همزه که این سوره در مکه مکرمه نازل شده است و 9 آیت دارد. الله سبحانه و تعالی چنین می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده كلا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. به نام خداوند بخشنده و مهربان. الله سبحانه و تعالی در این سوره مبارکه به ما و شما می فرماید: وای بر هر عیبجوی غیبت کننده، همان کسی که مال فراوان گرد آورد و شمارش کرد، گمان میکند که مالش او را جاویدانه می سازد. هرگز چنین نیست که او گمان میکند. یقینا در حطمه انداخته خواهد شد و تو چی دانی که حطمه چیست؟ آتشی برافروخته الهی است، آتشی که بر دلها چیره گردد و بسوزاند. بیگمان آن آتش بر آنها فروبسته و از هر سو آنها را محاصرت کرده است، در ستونهای بلند و کشیده شده است. ویلول لکل همزه لمزه، یعنی کسی که با عمل و سخنش مردم را عیبجوی میکند و با آنها طعنه میزند، عذاب سخت و هلاک کننده در پیش دارد. هماز کسی است که با اشاره و عمل مردم را مورد عیبجوی قرار میدهد و با آن طعنه میزند. لماز کسی است که با گفتار خود از مردم عیب میگیرد. الذي جمع ماله و عدده، چون تعنزن هدف و اراده جز جمع‌آوری مال و شمردن آن و رشک بردن به آن را ندارد و علاقه به انفاق مال در راه های خیر و برقرار داشتن پیوند خیشاوندی و امثال آن ندارد. یحسب ان ماله اخلده، چنین کسی به سبب نادانیش گمان میبرد که مالش او را در دنیا برای همیشه ماندگار میکند. بنابراین تلاش و رنج او در بیشتر کردن و رشد دادن مالش می باشد و گمان می برد که کار عمرش را بیشتر خواهد کرد. کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه، یعنی نه به یقین در دوزخ خودکننده و در هم شکننده انداخته خواهد شد. و تو چه می دانی که خردکننده چیست؟ نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، آتشی که افروزنده و هیزم آن مردم و سنگ ها هستند و از بس که شدید است از جسم ها می گذرد و به دل ها می رسد و با وجود گرمای شدیدش در آن زندانی و گرفتار هستند و از بیرون آمدن از آن ناامید می باشند. بنابراین الله تعالی فرمود: انها علیهم مؤصده فی امد ممدده، درهای دوزخ بروی آنها بسته شده و آن سوی درها ستونهای درازی است تا از آن بیرون نآیند. هرگاه بخواهند از غم و اندوهش بیرون بیایند و آن برگرداننده می شوند. از الله تعالی می طلبیم که ما را پناه دهد و از او عفو و عافیت را می طلبیم.